سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود و میپردازیم چون همیشه در تفسیر خبر به آنچه که در ایران میگذرد و آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان است. آیا آنگونه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه فقیه میگوید، بایدن، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میتواند یخهای موجود میان تهران و واشنگتن را آب کند، ذوب کند؟ و آیا اساساً بین تهران و واشنگتن یخهایی وجود دارد یا روابط پرتنش و بحرانی که با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی آغاز شد و با عملیات تروریستی دیگر ادامه یافت؟ برجام در برابر علامت سوال در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. مانور مشترک نظامی آمریکا و امارات در این شرایط چه معنایی میتواند داشته باشد؟ و سرانجام خبرهای دیگر در ارتباط با ایران و مردم ایران و مهمتر از همه بلا تکلیفی مردم ایران در ارتباط با کرونا و واکسن کرونا در پی دستور و فتوای آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی. با من و شما هستند آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان در لندن با ما خواهند بود، و در نیویورک آقای دکتر الله‌یار کنگلو مهمان ما از نیویورک هستند. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، بسیار خوشحالیم بعد از دو هفته غیبت شما رو سرحال در تفسیر خبر میبینیم. سلام، خوش آمدید از لندن. درود به جمشید عزیزم، چالنگی نازنین، و همینطور درود به نازنین دکتر برنامه مو که همه ما سراغش میریم ولی او به ما اعتنا نمی کن. و به بینندگان تفسیر خبر. جمشید عزیزم، از روزی که این تلویزیون شروع شد تنها دو هفته غیبتی که من در برنامه تو داشتم همین دو هفته، و بنابراین استرار بود، ناچاری بود، ولی حتما حضور داشتم. ممنون که هستید. خب به هر حال پیش میاد و امیدواریم دیگه هیچ وقت موضوعاتی نباشه، نه شما هیچ عزیز دیگری که گرفتاری یا مشکل پزشکی داشته باشه. آدم گرفتار دکتر کنگلو هم نشه، اینم یادتون باشه. بله، حالا ایشون یه بار قولی داده بود یادش رفته هر چیزی شما. من اینجا بگم دیگه، بله، تجارت گرفتاری من زامن که ایشون به هر حال فراموش کردن، اگر قولی بوده پزشکی بوده هر چه بوده و اینا. خوش آمدید آقای کنگلو. درود بر شما جناب چرنگی، درود بر دکتر نوری‌زاده عزیز. منم خیلی خوشحالم که شما رو شاد و سرحال میبینم، و واقعا که شما مثل قالی کرمون میمونید علی رغم همه اون متلکایی که به ما میگی. واقعا من شما رو خیلی دوست دارم، و واقعا و خوشبختانه جناب نوری‌زاده، یکی از بزرگترین خوشبختی‌های شما این هست در یک دموکراسی زندگی میکنید که بهترین تکنولوژی‌ها برای شما فراهمه، و متاسفانه ما نمیتونیم همین رو در مورد ملت ایران بگیم. خب به هر حال مهمانان ما با هم یه خورده مشکلات که نبوده، قولی بوده فراموش شده، حالا انجام خواهد شد، من ضامن گفتم. و اما اشاره شد آقای نوری‌زاده، شما واکسن کرونا رو زدین در لندن و در آیا زدید؟ بله امروز زدم. بله، ولی در ایران مردم همچنان گرفتارن، یعنی واقعا قابل تصور نیست که کشوری مانند ایران مردم همینطور درگیر این مسئله هستن بدون واکسن، بدون امکانات لازم. برای که مردی آقای چالنگی به نام سید علی خامنه‌ای که حتی درجه اجتهادش محرز نیست، تصمیم گرفته که واکسن از انگلیس و آمریکا نگیر. بنده امروز رفتم واکسن را آکسفورد زدم، هیچ عارضه‌ای هم نداره،
بعد از مدتی میرم دومیش هم میزنم. ولی این مرد خودخواه که در بستر کینه و خودخواهی‌های خودش یه ملتی رو به حیرت و به اسارت کشیده، گفته نه. حالا نوکرای چپ و راستش، یکی مثل وزیر بهداشت که واقعا حیف از اون مدرک دکترا و حیف از اون قسم، میاد میگه بله پدری تصمیم گرفته بچه‌هاش مثلا تو کوچه بازی نکنن. خب این به نفعشونه دیگه، با جان مردم بازی کرد. بعد سخنگوی سازمان غذایی میاد میگه بله خرید واکسن استرازنکا از مبدأ روسیه و هند، بعد میگن این واکسن رو سوئد و انگلیس ساختن، خب چه فرقی میکنه؟ بعد دوباره میان میگن آقای ظریف میرود به روسیه، گدایی با خوشحالی میاد کنار لاوروف که بله ما داریم از روسیه میخریم. بعد خب اینا که مهر امام حسین، تسبیح امام حسین از چین میخرن، از بلاد عتبات چین، بکارت مصنوعی هم که از چین میارن، حالا واکسن هم از چین میخوان بیارن، لابد واکسن مصنوعی. و واقعا شرم بر این نظام باد. من اینجا در مقام یه تحلیلگر نیستم، اینجا در مقام یه ایرانی هم که دلش به درد اومد. شرم بر این نظام باد که ذره‌ای در وجود هیچ کدامشان شرم و حیا در برابر ملت ایران نیست و این ملت خسته گرفتار این مصیبت ولایت فقیه تا کی باید این درد رو تحمل کنه. آقای کنگلویی هم چه تأخیراتی فراهم نکردن امکانات لازم، مراقبت ها و همه اینها تا چند اندازه واقعا به طور تصاعدی آیا اثر در کشته شدن مردم نخواهد داشت در اثر کرونا، یا خیر همینطور روند کندی خواهد داشت مثل خیلی کشورهایی که زیر کنترلن، از جمله نیویورک زمانی بسیار کشته های بسیاری داشت کرونا و الان خیلی خیلی کمتر؟ بله 100% اثر داره. شما میدونم که خبر دارین که آقای مرداد میناوند یکی از بهترین ورزشکاران فوتبالیستای ما به تازگی درگذشتن، که واقعا مایه تأثیر و تعصب تمام جامعه ورزشی و تمام ایرانیانی که ایشون رو دوست داشتن. آقای علیرضا منصوریان فکر کنم که انصاریان ببخشید، الان ایشون هم در حالت بسیار بحرانی ناشی از کرونا هستن. خب این ملت ایران به این فکر میکنن که، من چند تا مصاحبه دیدم در مورد هم آقای میناوند هم آقای انصاریان، مردم عادی درباره مسئله نبودن کرونا و نبودن واکسن کرونا و آیا نبودن واکسن کرونا به خاطر نبودن منابع مالی یا به خاطر تفکر سیاسی، من فکر میکنم این جوابش بسیار 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 روشنه. اون آقای وزیر بهداشت که آقای خامنه ای رو به عنوان پدر خانواده براش یک همچین حقی رو قائل میشه، ایشون مثل این که نمیفهمه که پدر بودن فقط قابلیت تولید فرزند نیست، و الا سگ ها هم میتونن تولید فرزند کنن. پدر بودن به معنی مسئولیت داشتن و فرزندان خوبی تحویل جامعه دادن و از تمام امکانات مادی، معنوی و فکری پدر استفاده کردن برای بهبود وضع خانواده پدر رو پدر میکنه، نه این یک پدری که در شهوت افکار متحجر خودش آنچنان غرقه که نمیبینه که یک همچین احکامی صادر کردن زیرا به حکومت خودش رو هم میکشه، اونا رو بیشتر هم میونه مردم نامحبوب و منفور میکنه. بنابراین این در این هیچ شکی نیست که مردم ایران به دلیل تصمیم هایی که صرفا سیاسی از جناب آقای خامنه ای گرفته میشه مورد مخاطره عظیمی قرار گرفتن، که چون مقدار پولی که در اختیارشون از طرف سازمان ملل گذاشته شده بود که بتونن این واکسن رو بخرن استفاده نکردن و اون حق اولیه رو رد کردن، الان مجبورن که به تولید کنندگان درجه دوم و درجه سوم مثل کوبا و چین و روسیه متوسل بشن که به هیچ وجه واکسنشون اون مبنای آماری و صحت سنجی و ایمنی سنجی که در واکسن‌های اروپایی، انگلیسی، آمریکایی داره رو نداره، و این یک فاجعه بزرگه. یعنی واقعا میشه گفت که امنیت مردم ایران که به راحتی بدون واقعا خرج یک ریال پول، برای اینکه منابعش از طرف سازمان ملل تأمین شده بود، میتونست که ما رو از همین ماه پیش شروع کنه، ملت ما رو از ماه پیش شروع به ایمن سازی بکنه، شاید به اندازه 7 8 ماه تا یک سال رو به تاخیر انداخته که خودش باعث هزاران مرگ بیمورد میشه. مرداد میناوند درگذشت، روز گذشته خبرش رو منتشر کردیم و
باز هم تسلیت به خانواده او. جامعه ورزشی ایران به طور تصادفی قربانیان کرونا افزایش پیدا میکنه. اگر مراقبت نکنن، اگر 1000 نفر در یک روز مرده، روز بعد میتونه 1200-1300 نفر باشه متاسفانه و بیشتر از این. اما در یه همچین شرایطی باز هم محمد جواد ظریف با دهان گشاده به خنده های بیجا و بیمعنا آقای نوریزاده راجع به این صحبت کرده که بایدن میتونه یخهای بین واشنگتن تهران رو آب کنه. واقعا یخی هست در اون وسط یا خیر قضیه خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از این صحبت هاست؟ یا از شما میشنویم. یخی هست به عمق 42 متر 42 سال و این یخ هم آب شدنی نیست. تا زمانی که سید علی خامنه‌ای در صحنه سیاسی ایران وجود دارد، روابط ایران با ایالات متحده به صورت عادی در نخواهد. من آقای چالنگی کرفم تخصصم تو این چند وقته همینجوری با دقت پیوندی رو که اسرائیل با کشورهای عربی برقرار میکرد زیر نظر داشت. خیلی هم منتقدانه، چون معتقد بودم حقوق فلسطینی ها باید رعایت بشه. اما زمانی که این ماجرا به سودان رسید، چه تحسینی در دلم نسبت به این حکومت جدید سودان در دلم ایجاد شد، نسبت به همدو، نسبت به همکاران جنرال هایی که آدم باورش نمیشه در ارتش سودان یه همچه شخصیت هایی باشه. میاد میشینه با آقای جو بایدن به زبان فصیح انگلیسی صحبت میکنه، قرارمدار میذاره با آقای پومپئو، قرارمدار میذاره با اسرائیلیا گفتگو میکنه، مشکلاتشون رو حل میکنن، سودان از فهرست کشورهای حامی ترور بیرون میاد، اون 350 دلاری که باید خزینه میکرد بخشوده میشه و میلیون ها دلار کمک آمریکا به سودان سرازیر میشه. حالا سودان یک کشور فقیره با هزاران مشکل از دیکتاتوری 30 ساله عمرالبشیر و تروریسم، ولی ایران یک کشور غنیه با تمام امکانات. شما یه ویتنام من باز جلو چشمتونه، با امریکا جنگید اما گاه صلح کرد و صلح سربلند. امروز هم برای ایران همه نوع امکانات وجود داره که ایران تبدیل بشه به یک قدرت سازنده منطقه، نه تروریستی که موشک میده حوثی ها بزنن به عربستان، تو عراق تخریب بکنه، تو سوریه. الان سوریه رو نگاه کنی، خود اسد هم دیگه از اینا بیزاره. روسا هم به آقای ظریف گفتن آقا جان بساط رو باید جمع کنیم بدیم بیرون، ما اونجا قصد صلح داریم، سوریه با اسرائیل میخواد صلح کنه. ببینید خب در چنین شرایطی آدم چه میتوانه بگه نسبت به رژیمی که این بساط رو انتخاب. من گمان نمی کنم آقای بایدن هم موفق بشه، کمان که باراک حسین اوباما ظاهرا موفق شد اما موفق نشد، برای اینکه رژیم دوباره برگشت به برنامه اتمیش و الان هم همینطور. آقای خامنه‌ای فرمودن که خب آمریکا بر نگرده به پیمان اتمی، بر نگرده به برجام، بر نگرده. خب بر نگرده پس چرا انقدر موسموس میکنی، التماس میکنی؟ چرا رئیس بانک مرکزیتون توی عمان به وزیر خارجش التماس آمیز میگه تو رو خدای کاری بکنی؟ چرا آقای ظریف میره با روسا التماس میکنه؟ بس کنید این حق بازی ها رو، برای مردم دیگه دستتون رو شده. شما در جریان هستید که آقای احمد ابوالقید دبیرکل اتحادیه عرب، وزیر خارجه پیشین مصر، راجب بایدن اوباما که شما اشاره کردید گفته بود، گفته بود تلاش های توأم با حسن نیت، یک ناکامی توأم با حسن نیت برای اوباما داشت برای داستان برجام با حکومت ایران. آقای کنگلو، آقای نورزاده به این نکته اشاره کرد که تا این حکومت هست و ولی فقیه هست و اینها، روابط با آمریکا امکان پذیر نیست. تا چند اندازه بازتاب واقعیت این موضوع؟ اون یخی که شما گفتیم که باید آب بشه و جمهوری اسلامی فکر میکنه که این یخ آب بشه وسیله بایدن، اون یخ ایدئولوژی متحجر جمهوری اسلامیه و من به شما قول میدم که این یخ یه روزگاری آب خواهد شد. یعنی اسلام سیاسی، منظورم مذهب اسلام که مذهب خصوصی یه عده از مردم ایران هست نیست، بلکه اون اسلام سیاسی که خودش رو در مرحله قرار داده که فکر میکنه که یک رسالت جهانی در این مرحله از تاریخ بشر داره
برای اینکه قدرت‌های بزرگ رو به چالش بکشه و برای اینکه اون جامعه اون مدینه النبی که فکر می‌کنن جامعه ایدال اینا هست در دنیا برقرار کنه، اون یخ، اون انجمادی که بر تمام افکار اون طبقه ولیان فقیه در ایران برقرار شده، اون آب خواهد شد. من به شما اینو قول خواهم داد که نه حکومت اسلامی، نه امت اسلامی، نه خلافت اسلامی در دنیای مدرن برقرار نخواهد شد و این اجماع در میان بقیه کشورهای دنیا وجود داره که اجازه ندن این همچین اتفاق بیفته. ولی تا اونجا که به برجام ارتباط داره، ببینید برجام رو نمیشه به عنوان یک پدیده مستقل و منفک از زمان و مکان بهش نگاه کرد. ما برجام اوباما داریم و امکان داره که برجام بایدن هم داشته باشیم، ولی برجام بایدن با برجام اوباما فرق خواهد کرد. آقای بایدن انقدر هوش داره، آقای بلینکن انقدر هوش داره که دستاوردهای ترامپ رو با وجود تنفری که اینا از ترامپ دارن، ولی دستاوردهایی که ترامپ برای منطقه خاورمیانه و برای دنیا و برای امریکا داشت رو نادیده نگیره. به نفعشون نیست که نادیده بگیرن. صلحی که آقای ترامپ بین اسرائیل و اعراب برقرار کرد، لوجستیک منطقه خاورمیانه رو عوض کرد. این رو آمریکا در نظر خواهد گرفت در سیاست خارجیش. فشاری که آقای ترامپ روی جمهوری اسلامی گذاشت، اون فشار حد اکثری و سیاست حد اکثری که در ظرف 3 سال گذشته منابع مالی جمهوری اسلامی رو خشکونده، این چیزی نیست که آقای بایدن بتونه نادیدش بگیره. حتی اگه دلش هم بخواد نادیدش بگیره، مجلس‌های دو مجلس آمریکا بهش اجازه نمیدن که این دستاوردها رو نادیده بگیره. بنابراین اگر برجام دومی وجود داشته باشه، میشه برجام بایدن، و در برجام بایدن حداقل 3 موضوع درش وجود خواهد داشت: یکی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی فعالیت‌های موشکیشه، و یکی هم فعالیت‌های نیروهای نیابتی و تروریستیشه. بدون این ستا آقای بایدن محاله به جمهوری اسلامی اجازه بده که از منابع مالی که در بانک‌های دنیا داره به هیچ وجه استفاده بکنه. آقای نوری‌زاده، اشاره کردید شما به این که ایران بالقوه توانایی‌هایی داره که کشور رو به پیشرفت باشه و و و بقیه موضوعاتی که بارها در همین برنامه هم اشاره شده. اما ایران عملاً علی‌رغم انتقادهایی که وجود داشت یا میتونست وجود داشته باشه، انتقاد در یه همچین مسیری بود. در چنین روزایی در سال 57 همه دست‌ها به کار شد که این ایران از این مسیر خارج بشه، چه روحانیت، چه حتی دولت جیمی کارتر از تعهدات دوستانه خودش عقب نشینی کرد و بقیه موضوعات برخی از کشورهای منطقه. چرا حالا باید موافق باشن با اینکه ایران برگرده به ریل رو به پیشرفت؟ مصیبت هایی که کشیدن از این خطا و خیانت بزرگشون به ملت ایران و به جهان و به ملت خودشون خیلی حساب سنگینی پس داد. شما آنچه را در منطقه رخ داد، هزاران امریکایی کشته شدند، بساطی که به هم ریخت، دنیایی که میرفت به سوی رفاه، آرامش، به سوی منطقه خاورمیانه، با اقتدار ایران تبدیل به منطقه آرامش شده بود. واقعا جزیره آرامش بود. کمکایی که ایران به فلسطینیا کرد، قطعنامه 242، اسرائیل ناچار بود در سرزمین اشغالی بیرون بره، دولت فلسطین هم تشکیل می شد و دیگه جایی برای جنگ در منطقه نبود. اون وقت اتحاد جماهیر شوروی که فرو می ریخت، نگاه کنید که برای ایران چه میدانی باز می شد. این خیانت بزرگ کارتر و خیانت خودمون به خودمون اقرار باید کرد. اون صداهایی که فریاد می زدن روزی که شاه با عشق ایران رو ترک کرد و تو خیابون توی روزنامه ها عکس شاه رو می کندن، جاش خمینی رو می زاشت. یک موجود حقیر سر تا پا عقده آدم کش که از همون روز اول دروغ گفت آدم کش. خب باید پس می داد. یعنی واقعا ما باید پس می داد. آقای چالنگی، شبی نیست من به خواب برم و اون مناظر جلوی چشمم نیاد. تو هیئت تحریری روزنامه اطلاعات مصاحبه‌ای با زندیات دکتر بختیار کرده بودم، رفتم این مصاحبه رو تیترشو یه کمی بزرگتر کردم از تیتر چیزایی که برای خمینی اومده بود از پاریس.
چند تا از توده‌ای‌های سابق که بعداً معلوم شد حقوق بگیر ساواک بودن، معرکه‌ای در روزنامه در آوردن که اشک من در اومد و من از هیئت تحریریه رفتم بیرون، یک ساعت رفتم تو خیابون، اشک من در اومد که این خیانت بزرگ من که عکس بختیار رو بزرگتر گذاشتم و تیترشو نابخشودنی. خب در برابر این مسائلی که بود، در برابر فریب خوردن هامون، در برابر اینکه یک هیولا رو فرشته بنداشتیم، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، وقتی دیدیم که اون مرد گریان فرشته اون بود، خطا کرد، دولتش پر از خطا بود، اما عاشق ایران، خود و پدرش خدمت کردند. دو خواست از خواستهای مشروطه رو تحقق دادن. خمینی مشروطه رو نابود کرد، دادگاه شهر برپا کرد، آموزش و پرورش ما رو نابود کرد و کشور رو به این روز انداخته که دو دادگستری 20 میلیون پرونده هست. قضات شهر دوز در همه جا، اونم مجلس و پارلمانشونه که صد رحمت به مجلس مهندس ریاضی، حداقل در اونجا انسان‌های بزرگی مثل مظهری، مثل بنی احمد، مثل پزشکپور، اینا بودن تو اون مجلس، مثل آقایان، اینا تو اون مجلس بودن. بله، و مثل آقای اخباری بود، کسان مختلفی که در همین حوالی هم زندگی میکنه. آقای اخباری اشاره کردن به توده‌هایی که در ساواک بودن و بالعکس، یعنی به قول ما بختیاری دو ترقه بودن، دو کاره بودن، یعنی اینم وضعیت ساواک گوشه ای از اون. اما آقای کنگلو، ببینید در ایام پیش از به ریاست جمهور رسیدن جیمی کارتر، خب یکی از موضوعات کمپین های انتخاباتی آقای کارتر وضعیت حقوق بشر در ایران بود، همون تبلیغاتی که بود، 100,000 زندانی سیاسی و بقیه موضوعات، بسیار بسیار با صدای بلند در کمپین های انتخاباتی های کارتر این مسئله به عنوان متحد ایران، هم به اصطلاح آمریکا یا جزء اقمار آمریکا، اینو برده بودن زیر ذره بین. الان چرا نیست؟ الان با این وضعیت حقوق بشری که در ایران هست، در دولت پیشین آمریکا اشارات بسیار زیادی شد، اما چرا جزء شرایطی که شما اشاره کردید نیست برای برگشتن به برجام یا هر چیز دیگه ای؟ هر کشوری حکومتی داره که در عرف بین المللی وظیفه اون حکومت، حداقل وظیفه اصلی اون حکومت، اینه که منافع ملی اون ملت رو حفظ کنه. این واقعا یک حقیقت دبیرستانیه، مسئله آنچنان قامزی نیست. جمهوری اسلامی مثل تمام کشورهای دیگه، این حکومت هم موظفه از نظر عرف بین المللی و از نظر حتی مسائل اخلاقی، موظفه منافع ملتی که برش حکومت میرانه رو حفظ بکنه. این حقیقت در مورد دولت آمریکا هم درسته. دولت آمریکا هر رئیس جمهوری اون سوگندی که میخوره، سوگند رو به قانون اساسی، وفاداری به قانون اساسی آمریکا، نه قانون اساسی ایران، نه قانون اساسی چین، بلکه قانون اساسی امریکا، موظف منافع امریکا رو برآورده بکنه. حالا چطور میشه که یک حکومتی منافع یک ملت دیگه رو بخواد برآورده کنه به این شکل؟ که اگر حکومت‌هایی که موظف به برآورده کردن منافع ملیشون هستن، اولا باید درک صحیحی از در منافع ملی داشته باشن، و دوم اینی که ماهیتی داشته باشن که اون ماهیت قصد برآورده کردن اون منافع ملی که ازش درک دارن رو داشته باشه. بعد از اینکه این دو شرط رو فراهم کرد، بعد میشینه به پیدا کردن مقطع مشترک منافع ملی کشور خودش با منافع ملی اون کشوری که داره باهاش معامله میکنه. اگر مقطع مشترکی پیدا شد، در اون مقطع مشترک با همدیگه همکاری میکنن و منافع ملی هر دو تا کشور برآورده میشه. هیچ کس نباید از کشوری توقع داشته باشه که کاری بجز این بکنه. این عرف بین‌المللی از هزاران سال پیش تا الان هم همینجوری بوده و همینجوری هم خواهد بود. بنابراین اگر می‌بینیم که مثلا سیاست‌های حکومت‌های مختلف آمریکا، ادمنستریشن‌های مختلف آمریکا، از جمهوری‌ها تا دموکرات، نسبت به ایران، نسبت به چین، نسبت به اروپا فرق می‌کنه، به خاطر اون نوع نگرش اونا و نوع تفهیم اونا از منافع ملی آمریکاست. آقای ترامپ منافع ملی آمریکا رو یه جور تعریف می‌کرد، به همین خاطر مواضع بسیار تهاجمی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرد.
آقای بایدن منافع آمریکا رو یه جوری دیگه فرض میکنه. ما در این مسئله که هر دو نفر قصد حفظ منافع ملی آمریکا رو داشتن لحظه ای نباید تردید کنیم. هر کسی ببینید پرسش این آقای کنگلو و این چیز هست، الان پرسش این هست که چرا در حال حاضر منافع ملی آمریکا اینطور دیده نمیشه که نقض حقوق بشر در ایران نشست و برخاست با کسانی که حقوق بشر رو زیر پا میذارن بر اساس قانون اساسی آمریکا به هر حال زمینه ساز این هست که در سیاست خارجی آمریکا توجه به حقوق بشر هست، زمینه ساز این هست قانون اساسی آمریکا، یعنی آمریکا حضورش در عرصه بین المللی بر اساس به اصطلاح همین موضوع بود آمد و اساسا شما قطعا این تعریف رو میدونید که آمریکا یک کشور زاده شده از آزادی است، علیه استعمار انگلستان متولد شد و این کشور بر اساس آزاده و به همین دلیل این بازتاب پیدا کرد در قانون اساسی. پرسش اینه، این تضاد، بله تضاد داره، حالا میشه فهمید که مثلا نگاه این بوده، نگاه این بوده، ولی این همه متضاد چرا؟ یکی از بزرگترین نظریه پردازان روابط بین المللی آمریکا به اسم جان مرشهایمر یک کتابی داره به اسم ریال پالیتیک، یعنی واقعا سیاست عملگرایانه. توی این کتاب سیاست عملگرایانش میگه که اگر یه جایی شما دیدین که یه حکومتی، حتی حکومت آمریکا، داره داد و فریاد در رابطه با حقوق بشر میکنه، بدونین یه چیز دیگه ای میخواد که داره از حقوق بشر استفاده میکنه که به اون یکی چیز به دست بیاره. بنابراین هیچ وقت کشورها نمیتونن حقوق بشر نوع خودشون رو بر دیگران تحمیل بکنن. ببین مثلا آمریکا، بزرگترین شریک تجاری آمریکا چینه. آیا واقعا چین حافظ منافع ملی و حافظ حقوق بشر مردم چینه؟ عربستان سعودی که دیگه از متحدین آمریکا در منطقه است، آیا واقعا رکورد حقوق بشر عربستان سعودی اصلا قابل اعتناست؟ واقعا کسی که رهبرش مثلا همچین حقوق بشری داره؟ ببینید این حقوق بشر رو میتونن به عنوان کالچورال ریلیتیویسم یا واقعا نسبیت فرهنگی تلقی کنن و ازش بگذرن، زیر سیبیلی ازش بگذرن. اگر آمریکا بخواد مبنای حقوق بشر غربی رو، مبنای حقوق بشر سازمان مللی رو بر همه دنیا اپلای بکنه، اولین کسانی که گیر بیفتن متحدین خود آمریکا خواهند بود. بنابراین نمیتونه واقعا مسئله حقوق بشر رو وارد این توافق با جمهوری اسلامی بکنه، ولی لزومی نداره حقوق بشر وارد کنه. موارد دیگه ای هستن. اشکالی که به آقای اوباما وارد بود این بود که از اون 12 ماده که آقای پومپیو گفت فقط یکیشو گرفته بود و جمهوری تازه در مورد اون یکی هم بسیار با اغماز رفتار کرده بود. اگه دومی و سومی رو میآورد توی تصویر مسئله خیلی روشن‌تر میشد. آقای نوریزاده در همین زمینه ببینید شعار داده شد در اونچه که جنبش سبز خونده شد، اوباما یا با ما یا با اونها، که عملا اوباما در اون طرف بود. اون چیزی که آقای کنگلو گفت و آیا تجربه اندوخته شده آقای بایدن و اطرافیان ایشون از دوران اوباما که کدوم طرف قضیه رو در کنارش باشن یا خیر همچنان همون سیاست هست و همون به قول انگلیس های داتید. جناب چالنگی بذارین خیلی رو راست با هم صحبت کنیم. این آقایونی که حقوق بشر رو در زمان شاه علم کردن، یکی از دوستان مشترک من و شما 4 ماه زندان بود، پاشد رفت امریکا، کار رو به اونجا کشوند که به دروغ گفت در زندان بهش تجاوز کرد، یا خانم اشرف دهخانی گفت خرس به جونش مار انداختن، بعد توی کنفرانس توی میکده که خود ما رفتیم گفت اینا دروغ بود تو کتابم، نوشتم مردم رو تحریک کنه. یعنی یک امپراتوری دروغ بزرگ روشن شد و این امپراتوری دروغ موقع سفر شاه به آمریکا اون بساط را انداخت که شاه اشکاش رو پاک کرد آقای کارتر. بعد تشریف ایران رو بردن، ایران رو جزیره ثبات آرامش دونستن و گیلاسشون رو به سلامتی شاهنشاه حکمت مدار خردمند آزاداندیش بالا بردن و 4 ماه بعد تو گوادلوب خنجر رو تا دست تو کمر فرو کرد. ببینید رو درواسی نداریم، ایران داشت از جای خودش میرفت بالاتر، ایران بعد کوبیده میشد. امروز ایران جایی نیست که بخوان حقوق بشرش رو علم کنن بکوبنش.
یک ایران ویران در هم شکسته، یه دوست بازار برج‌های قلابی که اگه یه زلزله بیاد 10 میلیون نفر تو تهران کشته میشن و اینا رو همه رو آقای قالیباف، آقای مالیباف، آقای شالیباف خوردن و ساختن و بردن. الان ایران ایران در جایگاهی بود که شرق و غرب روش حساب می‌کرد. دوستان چپ من که می اومدن ایراد می‌گرفتن چرا شاه توی عمان رفت، تو مسقط رفت؟ رفت برای اینکه شوروی و چین از اونجا وارد ایران نشن و پیروز شد. آقایون ایراد گرفتن که چرا عراق با ایران قرارداد 75 امضا کرده، قراردادی که سر تا پا به مصلحت ایران بود. درود به روان خلعت‌پری نازنین و همه اونایی که در این قرارداد مشارکت داشتن. ایران از یک کشور جهان سومی کوچک به یک ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل شده بود. چنین ایرانی مورد خواست آمریکا و اسرائیل و اروپا نبود. چنین ایران رو نمی‌خواستن آقای چالنگی. این ایران باید خرد می‌شد. بعد 8 سال به جنگ می‌رفت. همینطور عراق هم داشت می‌رفت جلو. عراق هم پیشرفت‌های عجیب کرده بود. اونم خردش کردن. بقیه کشورهای منطقه رو هم خرد کردن. اون افغانستان، دوباره عراق، دوباره منطقه رو نگاه کنید. اسلحه خریدن و جنگ شد حرف اول. پول نفت خرج مدرسه و سازندگی میشد و بلوچ‌ها صاحب مدرسه میشدند و عرب‌های ایرانی و کرد و تمام اقوام ایرانی صاحب خانه و زندگی. امروز چیه سرنوشتشون؟ کشتار و اعدام و زندان. و غیر اقوامی که معروف اقوام ایرانی، همه ایرانیان بی خانمان ها کم نیستن. بله، از فاس گرفته همه کنار چاهای نفت در شهر من. بله آقای کنگلو، اشاره شد پیشتر که ایران با این وضعیتی که داره به هر حال خواهان بازگشت به خط روبه پیشرفت هستن و موافق هستن. آیا تحمل خواهند کرد چه آمریکا چه کشورهای منطقه؟ پرسشی که پیشتر هم داشتیم به نحوی. آیا یک ایران رو به ترقی، رو به پیشرفت، بازگشت به جهان معاصر همسو هست با منافع ملی آمریکا، منافع ملی کشورهای مثل کشورهای اروپایی بعد از نابودی بنیادهای اقتصادی ایران عملا در این 42 ساله؟ امریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن شما هرگز توی یک رودخانه دوبار پا نخواهید گذاشت، برای اینکه آب جریان داره. برای اون آبی که شما یه روزگاری پاتون توش گذاشتین گذشت و رفت. ما در زندگی ما واقعا زندگی درست مثل یک رودخانه است، برای اینکه اون آب وجود نداره ولی زمان وجود داره که جریانی واقعا توقف ناپذیر مثل همون آب داره. بنابراین دنیایی که 40 سال پیش ما توش زندگی می‌کردیم با این دنیایی که امروز توش زندگی می‌کنیم، اینجا یه نقطه دیگه از اون رودخانه زمانه. ما یک حقایق جدیدی رو در دنیای امروز داریم، حقیقتی که دنیای دو قطبی سال 1979 که قطب دیگش اتحاد جماهیر شوروی بود که کل بودجه اتحاد جماهیر شوروی از بودجه شهر نیویورک کمتر بود، اون دنیا گذشت. دنیایی ما داریم توش زندگی می‌کنیم که الان هم دو قطبیه ولی اون یکی قطب اولا روابط اقتصادی سرمایه‌داری رو به کار گرفته و رشد عجیب و وحشتناکی رو در ظرف 40 سال گذشته ایجاد کرده که این رشد واقعا قدرت آمریکا رو به چالش میکشه. بنابراین ببینید، آمریکا قابلیت اینو داره اگر منافعش ایجاب بکنه، قابلیت داره یک کشور فقیری مثل چین رو تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی بکنه. حالا چرا باید این کار رو در مورد ایران نکنه؟ آیا ایران قابلیت اینو نداشت که به آمریکا سود اقتصادی برسونه؟ چرا داشت؟ دیدیم که در زمان شاه ایران به آمریکا سود اقتصادی میرسون، سود نظامی و امنیتی میرسون، برای که امنیت منطقه خلیج فارس رو ایران تامین میکرد. بنابراین چه شد که اینجوری شد؟ من فکر میکنم که ما یه مقداری هم باید در درون خودمون دنباله. واقعا چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، آنگاه بنالید که از ماست که بر ماست. من فکر میکنم که مسئله اعتقاد شدید مردم به مرجعیت و اسلام و مخصوصا اسلام سیاسی نقش بسیار بزرگی در تخریب حکومت پهلوی داشت. اینه که میفرمایید این بحث بر اینه که انقلاب چرا رخ داد، چه عملکردهایی داشتن جناهای مختلف و جمله مردم. اما پرسش اینه، چنانچه ایران کما اینکه در همچین تلاشی هست، جوانان ایرانی
همه اونهایی که طی این سالها تلاش کردن به زندان رفتن، اعدام شدن، به هر حال خواستار این هستن که ایران به جهان معاصر برگرده. طبق این قوانین من درآوردی ملایان شیعه اداره نشه، با دنیا روابط خوبی داشته باشه بر اساس منافع ملی، به عنوان یک کشور دولت و حکومت حامی تروریست شناخته نشه، از سرمایه‌هاش در جهت مردم استفاده کنه و و و بقیه موضوعات. حرف من اینه، آیا یه همچین تمایلی با منافع ملی کشورهای دیگه الان سازگاره؟ اون زمان نداشت. اون زمان شاید به دلایلی، به همین دلیل کمر به نابودی ایران بستن. الان فکر میکنید یه همچین تلاشی همسو هست با منافع ملی؟ خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون. به نظر من هست. به نظر من واقعا همونطوری که امریکا چین رو تبدیل به یک بازار 600 میلیونی واقعا مصرف کننده با قدرت خرید کرد، خاورمیانه حدود 450 میلیون جمعیت داره. این 450 میلیون توان خرید قابل مقایسه با توان خرید اروپا، با توان خرید اون قسمت پیشرفته چین دارن، با توان خرید آمریکای شمالی دارن. چرا باید آمریکا از این بازار عظیم مصرفی که اقتصاد آمریکا رو میدونه واقعا به جلو هل بده در این مبارزه و در این رقابت با چین به کمک آمریکا، اقتصاد آمریکا و اروپا بیاد؟ برای چی باید خاورمیانه تبدیل بشه به چیزی؟ مثلا شما به کل مقدار خرید نظامی که اروپا، مردم خاورمیانه، کشورهای خاورمیانه، حکومت‌های خاورمیانه از آمریکا کردن، شاید در ظرف 10 سال گذشته مثلا به 600 میلیارد دلار نرسه. آمریکا میتونه سالانه 600 میلیارد دلار از اقتصاد خاورمیانه استفاده بکنه، به شرطی که یک روابط دموکراتیک و آزادی که انسان‌ها بتونن توش واقعا قدرت خرید خودشون رو به عنوان مبنای موفقیت استفاده بکنن انجام بده. به نظر من منافع آمریکا در این هست که آزادی و دموکراسی در خاورمیانه برقرار بشه. من پرسش من البته مشخصا در مورد ایران، چون آمریکا در حال حاضر با بسیاری از کشورهای خاورمیانه روابط بسیار دوستانه داره و بدبستون در زمینهای مختلف. مثلا به این موضوع اگر لازم شد باز هم باز خواهیم گشت. اما آقای نوری‌زاده، در همین شرایطی ما میبینیم مانور نظامی مشترک امارات هست و آمریکا، و هفته گذشته هم که سفارت اسرائیل افتتاح شد و وزنه تازه متولد شده عرب و اسرائیل در جنوب خلیج فارس، این مانور مشترک نظامی رو شما چطور ارزیابی میکنید و چه معنایی میتونه داشته باشه؟ پیش از این هم امریکا مانورهای مشترک داشته با کشورهای حاشیه خلیج فارس. امریکا در قطر یک پایگاه بزرگ هوایی داره، در بحرین پایگاه دریایی داره، با عربستان مراودات نظامی گسترده و همینطور با امارات، و امارات با فرانسه و انگلیس هم این رابطه رو داره. دو سه هفته پیش امریکا با عربستان یه مانور هوایی بزرگ برگزار کرد و الان با امارات. به هر حال این برنامه از قبل پیش بینی شده بود، یعنی ربطی به آمدن آقای بایدن و رفتن آقای ترامپ نداره. اما قدرت نمایی نشون میدن به جمهوری اسلامی که حرف اول و ایران دیگه نمیزنه. گذشت اون دورانی که شاه اراده کرد کشتی‌های ایرانی از شط العرب عبور کنن و عبور کرد، گذشت اون زمان و امروز قدرت نمایی میکنن. امارات بزرگترین نیروی هوایی رو داره در برابر ایران و همینطور عربستان سعودی، حتی کویت و بحرین کوچک نیروی هواییشون داره از بالاترین و پیشرفته‌ترین هواپیما برخوردار میشه. متاسفم برای وطنمون که تکیه‌گاهش با 15 همسایه روی موشکایی است که از تهران به قصد سراوان میزنن ولی در آبهای دریای عمان میفته. بسیار متاسفم با این نقش و نگارایی که درست میکنن، فاتوس و فرتوس و غیره و غیره، سجیل و ابابیل، و بعد معلوم میشه که اینا هیچی نیستن جز پول ملت ایران رو به هدر داد. آقای کنگلو بفرمایید که دولت جدید آمریکا تا چه اندازه گوش شنوایی داره برای کارگزاران لابی جمهوری اسلامی در اینجا؟ سلمن بخاطر اینکه دولت باز و دموکراتیکی هست، به تمام منابع اطلاعاتی که در دسترسش هست برای اتخاذ سیاست تکیه میکنه. متاسفانه در حال حاضر یک کسانی در واشنگتن دی سی دارن لابی میکنن برای جمهوری اسلامی که این به نام به اصطلاح لابی های مستقل ولی در حقیقت سرشون در آبخور جمهوری اسلامی هست،
که کمک میکنن به اون تفکری که جمهوری اسلامی رو کمکش بکنه به بقای جمهوری اسلامی. این یک واقعا مایه تاسف از 2 میلیون ایرانی که توی امریکا وجود داره و چند میلیون ایرانی که توی اروپا و بقیه دنیا وجود دارن، اون واقعا نتونستن اون قدرت لابیگری رو به نفع ملت ایران، نه پشت یک ماسک به نفع جمهوری اسلامی، اونطوری که لابی های پرقدرت ایرانی الان دارن در واشنگتن دی سی این کارو میکنن، انجام بدن. من مطمئنم اگر ملت ایران یک لابی واقعی در واشنگتن دی سی داشت که میتونست با تمام مقامات امریکایی رابطه برقرار بکنه، به اونا فکت های میدانی رو از جانب ملت ایران بهشون بگه. مثلا یکی از این فکت های میدانی این بود که در زمان آقای ترامپ یکی از محبوب ترین رهبران دنیا در میان مردم ایران بود. یعنی هر کسی که منفور رهبران جمهوری اسلامی بشه محبوب ملت ایران میشه. خب شما فکرشو بکنید، اگه شما آقای ترامپ بودین از این همچین حقیقتهای اطلاع پیدا میکردین، چقدر در تفکر شما نسبت به اون ملت و رابطه احساسی شما با اون ملت اثر میذاشت. ولی متاسفانه ملت ایران در خارج از کشور لابی واقعی و واقعا مرغوبی ندارن و وظیفه ایرانیان تو امریکا هست که همچین کاری بکنن، یک لابی ملت ایران. همینطور تو اروپا، تو تمام کشورهای اروپایی، توی بروکسل باید این کارو بکنن. ملت ایران احتیاج به لابی داره برای اینکه در تمام کشورهای اوپن دنیا، باز دنیا و دموکراتیک دنیا لابی ها یک جای بسیار خاصی دارن و این کار داره انجام میشه، چه با حضور لابی های ملت ایران چه بدون حضور اونا. آقای نوریزاده، 42 سال از این انقلاب گذشته، رویدادهای مختلف، اقدامات تروریستی حکومت ایران علیه کشورهای اروپایی، آمریکا، کشورهای منطقه، همه اینها، این سه قطب به اصطلاح که اس بود، اروپا، آمریکا، منطقه، با تغییراتی که اخیراً به وجود اومده، تا چه اندازه مشترک هستن در حمایت از مطالبات و خواسته های مردم ایران، یا تا چه اندازه خیر چنین نیست، همچنان کنار یا مماشات میکنن با حکومت ایران؟ چه تغییر شما میبینید الان؟ من زیاد اونها رو کانسرن و خیلی متوجه دردها و مصائب مردم ایران نمیبینم. البته وقتی مردم میان شورش میکنن، جنبش برپا میکنن، به ناچار اروپایی ها کشورهای منطقه به خصوص در نظر پوشش تبلیغاتی به صورت گستردهی وارد میدون میشه. ولی این نیست که فردا برقراری روابط یا بهبود روابطشون با جمهوری اسلامی منوط به حسن نیت جمهوری اسلامی در برابر ملت ایران باشه و حسن عمل کردش. نه، متاسفانه در جهانی هستیم آیه چالنگی که مصلحت‌های حقیرانه مالی، اقتصادی و امنیتی فوق مساله انسانی است. بازی اروپا رو با ما ببینید. همین 4 ماه پیش 6 ماه پیش دیپلمات رو میگیرن آقای اسدی که میخواد بمب بذاره توی جلسه مجاهدین تو پاریس. دیپلمات کارش چیز دیگه است. چقدر آدم کشتن، سر بختیار رو کی برید، سینه برومند و کی شکاف، فرخزاد رو، الهی رو و دیگر نازنینانی که قاسم لو رو، شرف کندی رو، اینایی که کشتن، مهتدی، کاکب قادری و غیره و غیره. میخوام بگم اروپا چه کرد، چه عملی از این؟ فقط بعد از میکونوس بود که یه غیرت کردن. خب رژیممون بازی خاتمی بود که با سفرا برگشتن. و متاسفانه آقای چالنگی در جهان بسیار بدی زندگی میکنه ملت ایران. ولی... باید روی خودش حساب بکنه. یعنی میتونه تغییر و اثر بذاره روی کاخ سفید، الیزه. 100% همه اوباما نیستن. همه بعد از کشتن ندا برای خامنه‌ای پیام عاشقانه نمیفرستن. نه، یعنی آقای کنگلو خیلی کوتاه بفرمایید، آقای همین هست تعیین کننده نهایتاً که اثرگذار خواهد بود، تغییر مواضع واشنگتن و بقیه مراکز قدرت در جهان، حرکت مردم ایران هست تو اندازه زیادی ها؟ بله، به نظر من مردم ایران باید همونطوری که 42 سال پیش نشون دادن که میتونن پنجمین ارتش دنیا رو به زیر بکشن، همونطوری که نشون دادن از یک حکومت مترقی و مدرن میتونن ناراضی باشن و میتونن ظرف مدت کوتاهی تقریبا بدون خونریزی اون حکومت رو سرنگون کنن، این توانایی در میون مردم هست.
اگر انجام نمیشه، چون توانایی هست و این ادعای من نیست، هممون میدونیم مثالش 42 سال پیش اتفاق افتاد، چون این توانایی هست، دلیل اینکه انجام نمیشه خواست مردمه. هنوز مردم ایران خواست ملی و میلیونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیدا نکردن. آرزو استراتژی نیست، عمل استراتژی. باید ما استراتژی اتحاد رو ایجاد بکنیم، بعدم دربارش دست به عمل بزنیم. خب شاید کرونا هم باشه، یعنی اوضاع کرونا، چون دیدیم تظاهرات قبلی آخرین تظاهرات بسیار گسترده بود و رو به گسترش هر تظاهراتی. شما نزدید هنوز واکسن رو؟ نیست در نیویورک؟ نیست آقای کنگر؟ بله، من هنوز نوبتم نرسیده بزنم. فکر میکنم مثلا اطراف جون یا جولای نوبت من برسیده بزنم. چون البته دیگه قولی که دادید و به سر عمل نشد، دیدید آقای نوری‌زاده رو آنتن اینو مطرح کرد. حالا جزئیاتش هم نمی‌پرسیم. آقای نوری‌زاده شما بعد نیست خیلی کوتاه دید واکسن زدید؟ چیزی که نداشته، دردی مردی هیچ مشکلی نداشت. اصلا برخلاف گفته آقای خامنه‌ای، در میزان نفرت من به جمهوری اسلامی هم تغییری نداشت، شاید بیشترش هم کرد. سپاس بسیار از شما، از آقای کنگلوی عزیز همینطور در نیویورک، سپاس آقای نوری‌زاده، هر دو مهمان گرامی برنامه، با سپاس بسیار و به امید روزی که مردم ایران حاکم بر سرنوشت خود باشن و دور از مشکلاتی که هر روز در این 42 ساله با اون درگیر بودن در اثر انقلاب و پیامدهایم. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر همراه شما عزیزان خواهیم بود. پاپ رهبر کاتولیکای جهان قرار از بغداد دیدن کنه و به دیدار آیت الله سیستانی بره. رهبران مذهبی در جهان چه میکنن در برابر ظلم و استبداد و بیدادی که بسیاری از حاکمان در جهان بر مردمان اعمال میکنن؟ تا لحظاتی دیگر. بله، باز هم همون خبر تکمیلیش آمده که وزیر آموزش و پرورش از تعداد مدارس کانکسی در ایران گفته 3900 تا، که باعث بسیار تأسفه. در دستور یکی از این مدارس آتش گرفت و 2 دانش آموز کشته شد در خوزستان ثروتمند. عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، عناوین همونطور که گفتم میبینید طولانیست، در جمهوری اسلامی کار گزارشگرا رو باز انجام میده، کار خبرنگاران رو، اعلام کرده که از زمان ابلاغ قانون هوای پاک تا کنون اقدامی برای کاهش آلاینده های هوا انجام نشده است. تکنولوژی وجود داره، فناوری هست در این زمینه برای جلوگیری از گسترش آلودگی هوا و حتی از میون بردن اون. نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی خبر داده که رهبر داعش در عراق کشته شده و یاسر العیساوی فرمانده داعش به گفته آقای مصطفی الکاظمی کشته شد. این خبر رو روز گذشته در توییترشون ایشون منتشر کرده. سازمان عفو بین الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام جاوید دهقان شد. جاوید دهقان گفته شده که 2 پاسدار رو کشته، اعتراف کرده ولی گفته که اعترافات من زیر شکنجه بوده، در دادگاه این رو مطرح کرده. هر حال چرا دادگاه ها اونطور که باید علنی نیستن و رسیدگی نمی کنن به سخن متهمین که زیر شکنجه چرا بازجویی به اصطلاح بررسی نمیشه؟ این شیوه عدالت، اجرای عدالت هست در جمهوری فقیه و جزینم تا به حال انجام نداده. دادگاه های انقلاب و غیر انقلاب، دادگاه انقلاب هم چون ایام انقلاب هست بد نیست اشاره کنیم، یاد کنیم از ابراهیم یزدی که عملا با بازجویی های انقلابی خودش در کنار صادق خلخالی یکی از بنیانگذاران دادگاه های انقلاب بود. و رئیس بانک مرکزی گفته که در 2 سال گذشته حتی کشورهای دوست هم منابع ارزی ایران رو بلوکه کردن و پول ما را ندادند. کشورهای دوست، جمهوری اسلامی چه کشورهای دوست داره؟ چین و
بقیه هستن که دوستم نیستن، دنبال پولی هستن که به دست آوردن، یک سری کالاهای میدن یا اون هم نمیدن. حتی کره جنوبی آمد گفت ما حاضرم آمبولانس بدیم، واکسن بدیم، اینا قبول نکردن، پول نقد میخوان. مده انقلابی مسئولان جمهوری اسلامی جز پول نقد قبول نمیکنه. همونطور که گفتم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان قراره به عراق بره و طی یک برنامه در اصفهان ما با آیت الله علی سیستانی که از او به عنوان روحانی ارشد و از چهره‌های مهم شیعه در عراق نام برده شده هم ملاقات کنه. ببینید الان بر کسی پنهان نیست، یه رهبران مذهبی چه مسیحی و چه مسلمان هم از شیعه و سنی، همه دستگاه و بارگاهی دارند و کم از دستگاه و بارگاه شاهان مورد انتقاد خود اونها نیست در طول تاریخ. پاپ رو ببینید، آیت الله سیستانی رو ببینید، نمایندگان ادیان عمده، وضعیت زندگی اونها، دسترسی به اونها، آیا پیامبران اسلام و مسیحیت چنین زندگی کردن و دسترسی به اونها امکان پذیر نبود؟ بازم به یاد دستایفسکی افتادم و قصه ای که افسانه ای که تعریف میکرد در یکی از کتابهاش اشاره ای کرده بود به مناسبتی بسیار دقیق، که کشیشی در جایی بود، بارگاهی درست کرده بود، عظمت بسیار، شکوه بسیار، مسیح از آسمان به زمین میاد، به سراغ او میره که ما پیامی آوردیم، قصدمون این نبود که تو چنین کردی. کشیش مسیح رو زندانی میکنه، مردم پیشتر راه گشودند برای مسیح، مسیح رو زندانی میکنه و بعد از چند روز به او میگه تو وظیفت آوردن پیام بود، حفظ پیام با ماست، به آسمان اگر بر نگردی ما بلدیم کاری کنیم که همینها که راه برای تو باز کردن دوباره تو رو به صلیب بکشن. و مسیح به آسمان برگشت. مثالیست، افسانه است و داستانی است، بازگو شده توسط داستایفسکی، فیودور داستایفسکی نویسنده بزرگ روس. ظاهرا چنینه. به دستگاه آیت الله سیستانی و نمایندگی های او نگاه کنید، همان گونه که آیت الله خامنه ای، همان گونه که دستگاه پاپ. آیا پیامبران اسلام و مسیحیت، گفتم، چون این شیوه و رفتاری داشتند؟ آیا در برابر ظلم و استبداد سکوت کردن؟ بیانیه و سخنی کوتاه هر زمان هر از چندگاه دادن آیا رفع مسئولیت نیست؟ توقع و انتظاری نیست، اما در جایگاهی نشستند که صاحب نفوذ. به طور مثال در مورد روح الله زم آقای سیستانی مسئولیتی داشت، از نام و اعتبار او استفاده شد برای کشاندن روح الله زم به عراق و سپس بردن به ایران و اعدام او. خدشه‌دار شدن اعتبار آیت الله سیستانی حتی میتونست دستاویزی باشه برای اعتراض او و دخالت او. چون این است که میبینیم همچنان ادامه میدن دور از اون رسالت اعلام شده و بیان شده توسط پیامبران. سپاس بسیار از شما، همراه ما بودید. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد.